درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. دیوید بارنیا رئیس موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل گفت است که برای دفاع در مقابل حمله ها و تهدیدهای رژیم جمهوری اسلامی اسرائیل حاضر است که اگر لازم باشد تاوان آن را از بلند پای ترین مقام ها در قلب ایران بگیرد. او گفته است که اسرائیل به مقامات بلند پایه رژیم جمهوری اسلامی بیش از آنچه که خود آنها هم فکر می کنند نزدیک است. او گفته است که مقامات جمهوری اسلامی باید این را بدانند که ما تنها کافی است که اراده کنیم که یکی از آنها را حذف کنیم. از راننده گرفته تا حتی محافظان آنها افرادی وفادار به اسرائیل و آرمانهای ما وجود دارند. اما نکته جالب اینجاست که همزمان با این سخنان خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همانطور که در تصاویر می‌بینید در یک خبر آورده است که یک مقام عالی رتبه امنیتی جمهوری اسلامی به دلیل فروش گزارش‌های محرمانه به دستگاه‌های امنیتی اسرائیل دستگیر شده است. مقامات رژیم جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کردند که یک مقام عالی رتبه امنیتی این کشور را در حال مبادله اسناد رده بالای امنیتی با چند رابطه اسرائیلی دستگیر کردند. به گفته سخنگوی وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی، این مقام امنیتی که نام وی تا کنون فاش نشده است از سال 2021 به طور مخفیانه با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل همکاری می‌کرده است. به گزارش‌های محرمانه‌ای در مورد برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی از جمله برنامه هسته‌ای این کشور به اسرائیل فروخته است. مطابق آنچه که در خبرگزاری تسنیم آورده شده است، سخنگوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است که این مقام امنیتی در جریان یک عملیات اطلاعاتی پیچیده شناسایی و بازداشت شده است. وی همچنین گفته است که تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد و ممکن است افراد دیگری نیز به اتهام همکاری با اسرائیل بازداشت شوند. بسیاری از خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم گفتند که این دستگیری می‌تواند ضربه‌ای جدی به امنیت ملی ایران باشد و گزارش‌های محرمانه‌ای که این مقام امنیتی به اسرائیل فروخته است می‌تواند به اسرائیل کمک کند تا برنامه‌های دفاعی ایران را شناسایی و خراب کند. در واکنش به این دستگیری، وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرده است که این کشور از این اقدام تنها به عنوان یک نمایش رسانه‌ای یاد می‌کند، چرا که اگر ما رابطی در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی داشته باشیم آنها هیچگاه قادر به کشف این فرد نخواهند بود. اما مطابق آنچه که خبرگزاری تسنیم گفته است، این دستگیری از آنجایی که به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و افرادی در این وزارت مربوط می‌شود موجب واکنش فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلامی شده است. خبرگزاری تسنیم در تیتر خود نوشته است که حسین سلامی به ابراهیم رئیسی گفته است که این وضع کشورداری نیست آقای رئیسی، کلاه خود را کمی بالاتر بگذارید. اگر نمی توانید امنیت کشور را تأمین کنید مستقیمان را به ما بسپارید. در همین راستا خبرگزاری فارس نیوز که به جناح اصولگرا در جمهوری اسلامی نزدیک است تایید کرده است که در یک حادثه شوک آور و تکان دهنده، اخیراً یک کارمند عالی رتبه وزارت اطلاعات ایران به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل دستگیر شده است. فارس نیوز نوشته است که وزارت اطلاعات در ایران یکی از مهمترین نهادهای کشور است که نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی را دارد و دستگیری یک جاسوس از دل این نهاد نشان دهنده ضعف‌ها و شکاف‌ها در سیستم امنیتی کشور است. فارس نیوز نوشته است که آقای رئیسی، مشکلات اقتصادی را قبول کردیم. گفتیم به خاطر تحریم ها است. گفتیم که دولت قبلی اقتصاد را نابود کرده است. حالا با
با مشکلات و حفره‌های امنیتی چه کنیم؟ فارس نیوز افشا کرده است که این فرد امنیتی در دولت ابراهیم رئیسی به مقام عالی رتبه‌ای گماشته شده است و نوشته است که چگونه باید فرایند بررسی پیشینه و اعتبار سنجی کارکنان نهاد اطلاعاتی اینقدر ناکافی بوده باشد تا یک نهاد عالی رتبه نظام بتواند مستقیم با بزرگترین دشمن ما که اسرائیل است در ارتباط باشد. این حادثه می تواند به اعتماد مردم در نهادهای دولتی ضربه بزند و همچنین جان مقامات عالی رتبه کشور را به خطر بیاندازد، آن هم در حالی که شخصی مانند رئیس موساد به طور علنی مقامات عالی رتبه کشور ما را تهدید می کند. فارس نیوز به ابراهیم رئیسی گفته است که دستگیری یک جاسوس از دل یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور نشان دهنده وجود شکاف‌ها و نقص‌های جدی در سیستم امنیتی کشور است که باید با جدیت بررسی و رفع شوند. گفتن است که علی خامنه‌ای هم امروز در حالی که در بیت خود به دیدار برخی از مردم استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی رفته بود، به طور تلویحی به این اتفاق اشاره کرد و گفت اطلاع داریم که آمریکا و اسرائیل با روش‌های جدید به دنبال بحران‌سازی در کشورمان هستند. او گفته است که معلومات اطلاعاتی به ما می‌گوید که دولت آمریکا و اسرائیل در کشورهای خود مجموعه‌ای با اسم گروه بحران در ایران درست کرده است و مأموریت این مجموعه بحران‌سازی در کشور ما است تا بگردند نقاطی در کشور که به نظر آنها موجب می شود بحران درست بشود را تحریک کنند. او گفته است که آنها با فکر و مطالعه به این نتیجه رسیدند که در ایران چند نقطه بحرانساز وجود دارد. اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن که باید اینها را برای بحرانسازی تحریک کرد. او گفته است که این برنامه آمریکاست و شطور در خواب بیند هم بدانه. او همچنین در ادامه سخنانش گفته است که باید یکی از مسائل مهم و حساس را هم مطرح کند. اطلاعات ما نشان می‌دهد که اسرائیل با هدف ضربه زدن به استقرار و پایداری کشورمان به دنبال بحران آفرینی است و این موضوع نیازمند توجه، هوشیاری و مقابله بیشتر است. او گفته است که اسرائیل که از بدو تأسیس روی پایه ظلم و تجاوز بنا شده است، می‌خواهد ناآرامی‌ها و فتنه‌ها را به سوی ما بیاورد. اما این مردمی هوشمند و بیدار هستند که به خوبی دشمنان خود را میشناسند. اگر این رژیم فکر میکند با توطئه و فتنه میتواند انقلاب اسلامی را از پای بیاندازد، بداند که دچار توهم بزرگی شده است. قدرت ایران از اتحاد و همدلی مردم و نهادهای مختلف آن نشأت میگیرد. نیاز است که همگان هوشیار باشند. نیروهای امنیتی باید با برخورد قاطع و بی‌پروا هر گونه تلاش برای ایجاد بحران و ناآرامی را خونسا کنند و جوانان ما، جوانان انقلابی، باید همچنان پرچم مبارزه علیه استکبار را بالا بگیرند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.